نحيا بالقرآن نحيا بالقرآن نحيا بالقرآن نحيا إخوتي يا من حفظتم نص دستور السماء رتلوه واحفظوه تسعدوا يا أوفياء رتلوه في قيام الليل دوما بالصفا واجعلوه ديدن القلب ومفتاح الوفا بالقران نحيا بالقران نحيا بالقران نحيا بالقران نحيا, بالقرآن نحيا, بالقرآن نحيا بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد و علی آل محمد كما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید و مجید و بارک علی محمد و علی آل محمد كما بارکت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم حمید و مجید عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت همه شما خوبان سروران عزیزان دوستان قرآن ایزد منان الله رو بنهایت سپاس از اینکه یک بار دیگر هم این توفیق نصیب راه ما و شما گردید تا در برنامه دیگر از برنامه حفظ قرآن کریم گرده هم بیایم حول محفلی دیگر از محفلهای های قرآنی شبکه جانی به سال حق تا و همراه شما عزیزان درس پیش رو رو از سوری مبارک یوسف در امتداد داستان زیبای یوسف علیه السلام ادامه بدیم با امید تلاش بیشتر در جهت حفظ آیات این عزیزان عزیزانی که با ما همراه بودن از ابتدای کلام الله مجید می که ما شروع به حفظ قرآن کریم کریم به صورت هفتگی و در هر هفته مقداری رو که از صفحه بیشتر نشده و از حدود یک کنیم صفحه هم کمتر نگشته در هیچ هفته به همراه شما عزیزان تلاش میکنیم تا تا آخر کلام الله مجید مسیر رو ادامه بدیم تا جایی که فرصت باقی است و عمر اجازه بده به ما و شما در راه حفظ آیات کلام الله مجید و مهمترین موردی که در حفظ همیشه بهش تاکید داشتیم که بیشتر از هر چیزی ما کمک میکنه در حفظ آیات کلام الله مجید حفظ مسلط و دقت بیشتر و هدف اصلی از حفظ ما هم از کلام الله متعال هست توجه به معانی و تدبر در معانی آیات هست به این امید که ما بتونیم این آیات رو بفهمیم و در زندگی خودمون اجرا بکنیم اون هدف اصلی نزول قرآن کریم به همین خاطر ما در برنامه حفظ قرآن کریم بیشترین وقت را اختصاص میدیم به شهر و ترجمه معانی آیاتی که در هفته پیش رو به همراه عزیزان حفظ خواهیم کرد در برنامه امروز هم در پایان استوری مبارکه یوسف داریم تمام میکنیم سوره رو و به انتهای حکایت یوسف علیه السلام نزدیک میشیم در برنامه امروز ان شاء الله با الله متعال از آیه 87 در امتداد درس گذشته از سوره مبارکه یوسف مسیر خودمون رو ادامه خواهیم داد تا ببینیم که کجا میرسیم ان شاء الله سعی میکنیم تا که داستان یوسف علیه السلام رو حکایت زندگیشون رو در سوره مبارکه یوسف که تا حکایت آیه 101 امتداد پیدا میکنه ان شاء الله به عزیزان در این برنامه داشته باشیم و اگر عمری باقی بود در برنامه بعد بر ان شاء الله یوسف رو سوره یوسف علیه السلام رو به اکمال خواهیم رسوند و ان باز هم درباره حفظ قرآن و نکاتی که مهمتر هست ما با پایان سوره مبارکه یوسف 12 و نیم جزء کلام الله مجید رو به امر شما عزیزان به خاطر سپرده ان و نکاتی رو باز یادآوری خواهیم کرد و وقت بیشتری رو در برنامه های پیش رو اختصاص خواهیم داد به نکاتی که در باب حفظ قرآن باید بیشتر مد نظرمون باشه با توجه به اینکه ما الان دیگه داریم کم کم نصف قرآن کریم هم نزدیک میشیم میان برنامه کوتاه میبینیم برمیگردیم در خدمت شما عزیزان خواهیم بود با آیات 87 به بعد دستور مالک یوسف ترجمه معنی این آیات رو مروری خواهیم داشت نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن هدایت آنان بر عهده تو نیست ولیکن الله ارک را بخواهد هدایت می کند و هر انفاقی که میکنید برای خودتان است و فقط به رضای الله انفاق نمایید و ثواب هر مالی که انفاق کنید به طور کامل به شما داده می شود و هیچ ستمی به شما نخواهد شد نور فی الظلمات فی يا سعدي وهنائي القرآن حياتي نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ أي مؤمنان نعمتهاي پاكرا الله برايتان حلال نموده بر خود حرام نگردانید و از حد نگذرید همانا الله تجاوزکاران را دوست ندارد نور الظلمات يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. بالقرآن نحيا. بالقرآن نحيا. بالقرآن نحيا. بالقرآن نحيا إخوتي يا من حفظتم نص دستور السماء رتلوه واحفظوه تسعدوا يا أوفياء رتلوه في قيام الليل دوما بالصفا واجعلوه ديدنا القلب ومفتاح الوفا بالقرآن نحيا بالقرآن نحيا بالقرآن نحيا, بالقرآن نحيا بیل قرآن مجدد خدمت همیشه ما خوبانوم سروران در داستان یوسف علیه السلام و و آیات گذشته تا اینجای که با یه هشتاد هفتم رسیدیم در بخش پایانه این آیات اشاره کردیم و خواندیم با هم آیاتی رو که نشان از سفر دوم برادران یوسف علیه السلام به مصر داشت به همراه برادر تنی یوسف علیه السلام بنیامین که رفتن با این امید که بار بیشتری دریافت بکنن در قهد سالی که منطقه رو پرا گرفته بود و از اونجایی که یوسف علیه السلام گفته بود اگر برادرتون رو نیاوردید دیگه پیش من نیایید و بارو بنه ای نخواهید داشت تلاش کردن تا این دفعه بنیامین رو ببرن اما بعد از اینکه بنیامین اونجا رسید و یوسف علیه السلام خودش رو به معرفی کرد چاره ای اندیشید و حیله و تدبیری تا او رو پیش خود نگه داره و این حیله اینگونه بود که این ظرفی که پیمانه پادشاه بود رو در بار بنیامین گذاشتن تا به بهانه دزدی او رو پیش خود نگه داره یوسف علیه السلام و انجام این گونه شد برادران خیلی تلاش کردند تا این قائله ختم به خیر بشه و برادران به همراه بنیامین برگردن پیش پدری که در فراغ یوسف علیه السلام و بسیار درد کشیده بود و رنج دیده بود و از اونها قسم گرفته بود که بنیامین رو برگردانن مگر اینکه کشته بشن یا اینکه هیچ راه دیگری برای برگشت باقی نمونه برادران با هم به چاره اندیشیدن بعد از اینکه ناامید شدن از صحبت با عزیز مصر که نمیدانستند یوسف علیه السلام است و حتی پیشنهاد کردن یکی از ما رو به جای او بگیر پیش خودت و پدرش ناراحت میشه پدر پیری داره و بسیار درد کشیده است اما کارگر نیفتاد این سخنان و سرانجام برادر بزرگتر پیشنهاد کرد که شما برگردید و پیش پدر حکایت رو تعریف کنید و بگید که چه اتفاقی افتاده و من اینجا میمونم یا اینکه کاری میکنم و آزادش میکنم بنیامین رو و یا اینکه همینجا خواهم مرد و یا اینکه پدر به من اجازه بده که بازگردم و من دیگه بر کردم رفتن پیش پدر و به او گفتن که پدر پسرت متهم شد به دزدی و دزدی کرد و ما نمیگیم جز آنچه که ما علم داریم و دیدیم و این اتفاق افتاد جلوی چشم ما با ما موقعی که میتون قول دادیم علم غیب نداشتیم که این اتفاق میفته که برگردونیمش و اگر باور نداری از اون کاروانی که امراهش بودیم به پشت از اون قریه ای که اونجا بودیم از اهل قریه از در و دیوار اون دوستا هم اگر به پرسی خبر میدن و این دفعه ما راست میکیم سرانجام باز هم یوسف علی یعقوب علیه السلام که یک بار برادران یوسف علیه السلام دروغ گفتند بهش نپذیرفت حرف اونها رو روی گردان شد و توکل به الله متعال کرد و فرمود که من درد و غم و غصه خود رو پیش الله تعالی میبرم و از شدت غم و حزن و ناراحتی در فراغ یوسف علیه السلام و شدت گریه چشمان نازنینش نابینا شد اما در همین مشکلات و سختی ها هم باز ناامید نیست یعقوب علیه السلام بالای 80 90 سال سنش هست و هم در سنی که به حال سن پیریست در این سن و سال فرزندش یوسف علیه السلام رو سال هاست که ندیده بیش از چهل سال گفته شده که بیش از چهل سال و حکایت داستان هم اونجوری تقاضا میکنه که حداقلش سی تا چهل سال گذشته از اون جریان گم شدن یوسف علیه السلام و فراغ پدر و پسر و بنیامین هم اضافه شد به جمع و برادر بزرگتر هم الان در مصر سه نفر از فرزندانش هیچ اثری از اونها نیست یکی که اصلا خبری ازش نداره یکی دیگه هم اسیره و یکی دیگه هم معلوم نیست که چه میکنه در مصر و از طرف دیگه دو تا چشمش رو هم از دست داده و بنابیناست هم پیره هم دو چشمش رو از دست داده هم دو فرزندش رو از دست داده و فرزند سوم برای اون دو فرزند نازنین سرگردانه در مصر و از طرف دیگه این طرف خانواده هم خانواده یوسف علیه السلام و یعقوب علیه السلام خانواده این پیامبر بزرگوار الهی در شرایط سختی زندگی میکنن قحط سالی همه جا فرا گرفت مشکلات اقتصادی از یک طرف مشکلات جسمی از یک طرف و روحی و دوری فرزند و مصیبت هایی که از همه طرف داره میاد یعقوب علیه السلام رو در بر گرفته اما امیدش به الله متعال از بین نرفته خوشبینه به آینده در اوج صبر توکل داره بر الله متعال بعد از اینکه حکایت بیان میشه یعقوب علیه السلام رو میکنه به فرزندانش ناامید نیست و نا میخواد اونا رو دوباره بفرسته برای بار سوم به مصر این بار به با امید دست یافتن به هم یوسف علیه السلام به هم بنیامین برادرش در آیات 87 به بعد ادامه داستان و قسمت پایانی داستان رو که به سمت اتمام میرسه و این قسمت های زیبای داستان بیشتر در این بخش هست بعد از این همه حکایت درد و غم و غصه در 86 آیه گذشته الان در این آیات از اینجا به بعد در اوج غم و غصه و مشکلات و سختی ها بعد از تحمل سالها رنج بعد از تحمل اون بیمهری برادران افتادن به چه فروخته شدن به بازار برد فروشان و رفتن به قصر عزیز مصر و متهم شدن به فساد اخلاقی و افتادن به زندان و تحمل سالهای تنهایی زندانی مظلومانه به دست شهوترانی که به قصد سوء استفاده به هدفش نرسید و بعد از اون الان باز یوسف علیه السلام هفت سالی هم که به عنوان وزیر مصر بود و عزیز مصر که مسئولیت کنترل و مدیریت قهد سالی رو به داشت باز هم دور از پدر و مادرش و برادرانش و الان باز یک سالی هست که برادران رو پیدا کرده اما هنوز حکایت به پایان نرسید در آیه 87 به بعد حکایت پیشنهاد و سفارش یعقوب علیه السلام به فرزندانش برای سفر سوم آغاز میشه بار سومی که این بار خاتمه ای بسیار شیرینی داره در آیه 87 میگونه گونه که خوانیم بالله من الشیطان الرجیم یا بنی یذهبوا یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف و اخیه ولا تیأسوا من روح الله ای فرزندان من یا بنی ای پسرکان من ای فرزندان عزیزم اذهبوا بروید فتحسسو پس ف یعنی پس تحسسو تحسسو شبیه تجسسو هست خیلی شبیه هنی دو, دو کلمه با یعنی برید و جستجو کنید فحص و جستجو و بگردید تعبیر ساده بگردید تحسسو جستجو کنید من از یوسف یوسف علیه السلام و اخیه و برادرش بنیامین تا اینجا رو داشته باشین یعقوب علیه السلام اشاره میکنه به فرزندانش که اذهبو برید فتح و جستجو کنید بگردید من یوسف از یوسف و اخیه از برادرش سبومی رو ذکر نکن یوسف و بنیامین برادر بزرگر ذکر نمیکن ذکر یوسف و بنیامین اولا خود یوسف علیه السلام رو ذکر میکنه از بنیامین ذکر میکنه بنیامین که خب به حال وضعیتش معلومه به جرم به اتهام دزدی الان پیش عزیز مصر اسیره از دید برادران یوسف و خود از یعقوب علیه السلام هم اما برادر سوم رو ذکر نکرد چرا که برادر سوم با اختیارش اونجا مونده بود برادر سوم نسیر شده بود و نگم شده بود جاش معلوم بود مشخص بود هدفش مشخص بود به خواست خودش نشسته بود و زیاد نگرانی برای برادر سوم وجود نداشت نگرانی الان برای بنیامینه که اسیره عجیبتر از اون یوسفه یا بنی یذهبو پسرای من برید باشه که به حال هر کاری کردن بازم پسران پدر هیچ وقت فرزندانش رو فراموش نمیکنه یا بنی یا پسرای من عزیزای من برید و فتحسسو. اذهبوا فتحسسوا برید و جستجو کنید بگردید بررسی کنید دنبال کی بگردیم؟ من یوسف یوسف برید دنبال یوسف بگردید الان هنوز درد و غم دوری یوسف علیه السلام تازه است چهل سال گذشته بیش از چهل سال هنوز فراموش نکردم این معنای حبه اون چیزی که ما حالا در فارسی ازش تعبیر میکنیم به عشق اینو میگن محبت چهل سال گذشته هنوز از دل نرفته این احساس نامیدم نشده اول از بنی... قبل از بنیامین یوسف رو ذکر میکنه بنیامین معلوم جاش اون سومی که اصلا ذکر نمیکنه برادر بزرگتر رو بنیامین هم که تو اثرت هست آخر ذکر میکنه اول یوسف رو ذکر میکنه یوسفی که همین برادرهایی که الان قراره برن بگردن دنبالش چهل سال پیشش اومدن چی گفتن؟ گفتن که بابا ما رفته بودیم برای بازی و این طرف گذاشته بودیم برادرمون یوسف رو پیش متاع خودمون و گرگ خوردش اون کسایی که پیراهن خونالود یوسف علیه السلام رو به دروغ آوردن که یوسف رو گرگ خورد الان همونها رو بابا میگه برید بگردید دنبال یوسف چهل سال گذشته هنوز باور نکرده پدر که پسرم رو گر خورده چرا که تعبیر خوابش هنوز به واقعیت نپیوسته اون خوابی که یوسف علیه السلام دید در اول داستان تعبیر نشده هنوز در این حکایت ما چهار تا داستان چهار تا خواب داشتیم در سوره یوسف علیه السلام با خواب خود یوسف علیه السلام شروع شده حکایت اون خوابی که دید که یازده تا ستاره و ماه خورشید بهش سجده میکنن خواب دوم مال اون زندانی بود که خواب دید که من در پیش پادشاه میرم و شراب میگیرم براش خواب سومی مال کسی بود که گفت بالای سرم سبدی از غذا و نان دارم و پرندگان ازش میخورن دو تا زندانی که در زندان بودن این سه تا خواب و خواب چهارم خواب پادشاه مصر بود که هفت تا گاوه چاق و فربر و هفت گاب لاغر خوردن و هفت خوشه سبز در کنار هفت خوشه خشک دید این خواب ها چهار تا خواب در این سوره بود که از این چهار تا سه تاش تعبیر شد سه تای آخری خواب اول هنوز تعبیر نشده خواب یوسف است. خواب دوم زندانی که اعدام شد خواب سوم زندانی که آزاد شد خواب چهارم پادشاهی که هفت سال قهد سالی و قبلش هفت سال آبادی رو پیش رو داشت اون هم تعبیر شده و الان ده دا تعبیرش داره اتفاق میفته این قهد سالی همون تعبیر خوابه اما اون خواب اصلی حکایت این داستان یوسف علیه السلام هنوز اون تعبیر نشده و این باید تعبیر بشه و یعقوب علیه السلام یقین داره که زنده است اما جالبه که وقتی که برادران الان دیگه بهشون بابا میگه بری دنبال یوسف و بگردید اینجا دیگه نمیگن بابا تو هنوز دست بردار نیستی یوسف که گرگ خورد یوسفو که رفت گم شد میدونن که دروغ بود اینجا دیگه پذیرفتن اشتباهشون اینجا دیگه قبول کردن اینجا دیگه قبول کردن که سرانجام این حکایت اعتراف به گناهه هیچی نمیگن قبول دارن کسانی که تا دیروز می میگفتن گرگ خورده و رفت و تمام شد امروز وقتی پدر میگه برید دنبال یوسف بگردید نه تنها اعتراض نمیکنن میرن امیدوارم که حداقل سر نفی ازش پیدا کنیم تا اون اشتباه گذشته اون پاک بشه یا بنی یذهبو برید فتحسسو می یوسف و اخیه پسرم برید بابا جان دنبال یوسف و برادرش بگردید خب یوسف رو از کجا پیدا کنیم الان الان این برادر من و شما اگر جای برادر یوسف علیه السلام بودیم این حرف رو برای علیه السلام به ما میزد چی گفت؟ چهل سال گذشته کجا پیداش کنیم؟ کجا بگرد دادم دنبالش؟ چطور بگردیم؟ در مصر کشوری با این عظمت و بزرگی کجا دنبالش بگرد؟ و تحسس می و میوسف و اخی برادرش هم که اسیره چطور حریف عزیز مصر بشه؟ اینجا یک مقداری بار ناامیدی میاد سراغ انسان اما در امتداد یعقوب علیه السلام جلوی این احساس ناامیدی رو میگیره میفرماید ولا تیأسوا من روح الله از رحمت الله متعال ناامید نشید رحمت الله متعال ناامید نشید لا تیأسوا من روح الله روح لا تیأسوا از یأس گرفته میشه ناامید نشید من روح الله از رحمت الله تعالی روح چیزی که سبب شادمانی و خوشحالی میشه تراوت روح میشه امید به رحمت الله متعال از رحمت الله متعال نامید نا نشید چرا انه لا ییئس من روح الله الا القوم الكافرون که همانا ناامید نمیشن از رحمت الله تعالی مگر قوم کافر کسانی از رحمت الله متعال ناامید میشن که به الله متعال اعتقاد ندارن کافرن چطور ممکنه انسان به وجود الله متعال اعتراف بکنه و ایمان داشته باشه و با تمام وجود تمام تک تک های بدنش احساس بکنه وجود الله متعال رو و اعتراف میکنه به الله متعال به وجودش و به عظمتش و صفات عظمت الله متعال و قدرتش و علمش و تواناییش و جمالش و کمالش و بعد چیزی به اسم ناامیدی در زندگیش بیاد معنا این دو تا با هم جمع نمیشه خیلی مثال ساده ترش اینه که یک نفری که مقرب درگاه یک پادشاه بسیار قدرتمند و ثروتمندیه بترسه از مشکلات مادی در دنیا از مشکلات اقتصادی در دنیا از اینکه شاید یک سرباز دیگه بیاد و دست راز بکنه پیش این و تعدی بکنه بهش و این در محضر پادشاه باشه و رابطه خوبی هم با پادشاه داشته باشه و حقش زایه بشه غالبا این اتفاق نمیافته کسانی که پیش یک پادشاهی از انسانهای روی زمین یک نیمچه رابطه ای دارن پادشاه به جای خودش یک وزیری یک مدیری رو باش خیلی رابطه خوبی دارن از جایگاه و موقعیت خودشون نمی ترسن ترس از دست دادن اون جایگاه و موقعیت رو به خاطر قرب مکانتشون پیش اون صاحب قدرت ترس ندارن از اینکه دست از دست بدنه بنده ای که با الله مطال در ارتباطه چطور ناامید میشه ناامید نشید این صحبت رو شخصی میکنه که جوانیش تمام شده پا به پیری گذاشته کهنسانه که چشمم نداره نمیبینه چشمش نابیناست اما کوری حقیقی ماره چشم نیست فانها لا تعمل ابصارو ولكن تعمل قلوب و في الصدور الله متعال در سوره حج میفرماید که این چشم ها نیستن که کور میشن و نابینا میشن این چشم دل که کور میشه این که انسانی ظاهرا با دو چشمش نمیبینه خیلی از ماها میبینیم لهم اعیون لا یبصرون بها الله متعال فرمود انسان ها خیلی یا هستن چش دارن اما نمیبینن بس بصر دارن بسیرت ندارن واقعیت و حقیقت اشیا رو نمیبینن واقعیت های دنیا و زندگی رو هنوز درک نمی کنن. اما انسانی نابیناست ظاهرش اینه که چشمش نمی بینه اما دلش روشنه روشندره این انسان واقعیت زندگی رو می بینه انسانی پیرمردی نابینا در اوج مشکلات جسمی و روحی و اقتصادی میاد به جوانانی بینا امیدواری میده و امید میده که انسان مؤمن نباید ناامید بشه به حال شما می یک اشتباهی کردید یک اشتباهی خطایی از شما از شما سر زد به حال یک اشتباهی کردید و گذشت هر چی بود نامید نشید از رحمت الله تعالی که هم شما رو ببخشه به حال اون خیلی بخشنده تر از اینه و همین که دوباره یوسف علیه السلام رو به ما پس بده رحمت الله تعالی خیلی وسیع از اینه هیچ وقت ناامید نشید از رحمت الله متعال این حکایت برخورد پدر با پسرانیه که سبب نابینایی شدن دوستانم دارم روی این تعبیر ما دقت کنیم چقدر لطیف این تعبیر این آیه انه لا یئس من روح الله الا القوم الكافرون به جز کافرها از رحمت الله کسی دیگه نامید نمیشه این جمله رو کی داره میگه یعقوب علیه السلام به کی داره میگه به پسراش چیکار کردن بردن تیکه جیگر یعقوب علیه السلام رو جزئی از پیکر و وجودش به اسم یوسف علیه السلام رو نازنین یعقوب علیه السلام رو انداختن به چا میخواستن بکشنش بعد فروختنش بعد به دروغ آمدن گفتن گور خوردش چهل سال بین پدر و نازنینش پسرش یوسف علیه السلام فاصله انداختن چهل ساله که پدر غم و غصه میخوره انقدر غم خورد که چشماشو از دست داد ناراحتی ظلم از این بیشتر از طرف یک فرزند در حق پدر چی میتونه باشه در ظاهرش این حکایت انجام شد این کارو کرد اما این پدر دل پدر انقدر رحیمه انقدر مهربانه که این همه ظلم و ناجوان مردی فرزندان در حق پدر و فرزند رو میبخشه میبخشه یعنی اینکه اینها رو میگه اشکالی نداره برید دیگه حالا از رحمت الله نامید نشید که الله همیشه شما رو میبخشه وقتی که انسانی انقدر محبت و لطف داره نسبت به یک کسی که به بدی کرده این بدی به این بزرگی رو وقتی که انسان این گونه است الله تعالی که خیلی مهربان از یعقوب علیه السلام وقتی یعقوب علیه السلام نسبت به فرزندانش این کارو میکنه و اونها رو میبخشه الله متعال چگونه نمیبخشه بندگان خودش رو محبت الله متعال به بندگانش در آیات فراوانی از کلام الله مجید الله متعال ما رو همیشه به رحمت و بخشش و امیدواری شوق میده و سوق میده انسان مسلمان نباید نامید بشه هیچ وقت ناامیدی اولین پرتگاه سقوط به کفره انه لا یئس من روح الا القوم الكافرون کافرها هستن که ناامیدن انسان مسلمان اگر ناامید شد اگر فکر کرد دیگه الله نمیبخشتش اگر انسان در زندگی به درجه ای برسه که فکر بکنه هیچ امیدی برای زندگی نداره هیچ کس نیست در زندگی که به او دل ببنده هیچ کس نیست که به فکرش و یادش باشه دست به خودکشی میزنه دست به انتحار میزنه اینجا دیگه انسان به انتها میرسه نمیتونه بیشتر از این زندگی بکنه انسان اینجاست که در وادی کفر هم داخل میشه در وادی شرک هم داخل میشه اینجاست که دیگه خودشو گم میکنه امید به الله متعال هر انسانی در هر درجه هر انسان مسلمان و مؤمن به الله تعالی بزرگترین سلاحی که در اختیارش هست امیدواری به الله است اگر در مسین ده بار زمین خوردی صد بار زمین خوردی بلند میشی چون مؤمنی انسان مسلمان اگر گناه کرد اگر دامنش دار شد با لکه های گناه و تیره, و تیره و تیره و تیره تر شد باز هم بلند میشه مهم اینه که وقتی زمین خوردی نشینی گریه کنی همونجا بمونی فکر کنی دیگه نمیتونی بلند شو مسیری رو که حرکت میکنی و داری میری به سمت بهشت در این مسیر قدم بزن راه بیفت برو مسیر پیچ و خم داره دراز نشید در دراز، دراز، مسیر درازی است که فراز و نشیب زیادی داره و دشمن هم در کمینه تله میگذاره انسان میفته شکر بعضی وقتها به زمین میخوره میشکنه زخمی میشه طبیعت جنگه طبیعت راه در این مسیر انسان هیچ وقت نباید نامید بشه از الله متعال هر وقت که انسان در وادی گناه افتاد و هر گناهی که کرد ولو اینکه قتل برادرش باشه ولو اینکه نقشه کشته شدن برادرش باشه ولو این که هر گناهی که کرده باشه اگر شراب خورده اگر زنا کرده اگر فسق و فجور کرده اگر دزدی کرده اگر خیانت کرده اگر جنایت کرده اگر انسان کشته ولو صد نفر بلکه بیشتر هر کاری که کرده بدتر از شرک گناهی نیست بدتر از کفر به الله متعال که گناهی نیست هر گناهی که انجام داده فقط کافیه بیاد پیش الله متعال سر به زمین بگذاره اعتراف بکنه به گناهش مزرد خواهی بکنه بخشیده میشه. نامید نشیم از الله مطال. رحمت الله متعال لا تقنتم من رحمت الله ان الله يغفر الذنوب جميعا قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم بگو به کسانی که به بندگان من اون کسانی که به خودتون ظلم کردید در گناه کردن یعنی خیلی زیاد گناه کردی در آیه 53 سوره زمر از رحمت الله متعال نامید نشید که الله متعال تمام گناهان شما رو میبخشه یک لحظه اگر هزار بار توبه شکست باز هم توبه میکنه زمین خوردیم بازم بلند میشیم هر بار که بلند شدیم تصمیم میگیریم پاک باشیم هر چقدر لباسمون کثیف شد در میاریم دوباره میشوریمش نمیگذاریم بوی تعفن گناه ما و دور بریامون رو آزار بده این مسیر دینه این توحیده این ایمانه این مسیر انسان مؤمنه هیچ وقت ناامید نشو از رحمت الله متعال هیچ وقت ناامیدی خودش کفره انه لا یئس من روح الله الا القوم الكافرون ناامید از رحمت الله فقط کافره هر کسی در هر درجه نباید ناامید بشه از الله متعال کل الله خیلی بخشنده تر از اون چیزی که ما فکر میکنیم برادران حرکت میکنن میرن با امید به رحمت الله تعالی با امید به بخشش گناهانشون و جبران گذشته خودشون قدم میگذارن به سرزمین مصر داخل شدن به مصر فلما دخل و علیه وقتی که داخل شدن بر یوسف علیه السلام قالو گفتن یا ایوه العزیز ای عزیز مصر ای عزیز ای بزرگ بار مصر لمس کرده ما رو رسیده به ما و اهلنا لب خانواده ما اهل و عیال ما الظر رو سختی مشکلات مصیبت های گوناگون و جئنا و آمدیم جئنا به تنهایی میشه آمدیم اما وقتی که بعدش کلمه به اضافه میشه میشه آوردیم متعدی میشه و نه هر فعلی که بعدش با اومد متعدی میشه معنیش عوض میشه و نه و آوردیم به بضاعت مزجت یک بضاعت مال بسیار ناچیزی مزجا چیزی که در تجارت مورد قبول قرار نمیگیره مال بنجل به تعبیر خودمونی تر مالی که برمیگرده غالبا بازار نداره مال ناچیز کم خریدار یه چیز خیلی کم بضاعت مزجات کنایه از مال کمه در فارسی ما استفاده میشه بضاعت ضاعت ببضاعت به بضاعت مزجات بضاعت ما مزجات خیلی کمه مال ناچیزی هم با خودمون آوردیم فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقَ عَلَيْنَا پس کامل کن بر ما کرم کن بر ما در کیل و پیمانی که میدیم و تصدق علینا و صدقه بده بر ما سبحان الله از کجا به کجا رسیدن اون روزی که پیش همین برادری که الان اینگونه دارن باش صحبت میکنن میگفتن که اقتلو یوسف و اطرحوه و یخلو لکم وجه و عبیكم. بکشینش یوسفو و به تو یک سرزمین دوری که دیگه هیچ کسی دستش به اونو نرس انداختنش انداختنش به سرزمین دوری که هرگز فکرشو نمی که دستشون دست کسی به یوسف برسه و دست یوسف منها اما قضا و قدر الهی اونها رو کشید قضا و قدر الهی اونها رو از کن آن بلند کرد و برد پیش همین برادر تا این گونه پیش صحبت بکنن که یا ایوه العزیز مستنا و اهلنا ضر و جئنا به بضاعت مزجاه چقدر این تعبیر چقدر این تعبیر متوازعانه است چقدر در این تعبیر انکسار و شکست وجود داره در مقابل اون غرور و تکبری که در ابتدا بود که یوسف و اخوه احبوا الی احب ابینا مننا و نحن پیش بابا از ما عزیزترن یوسف و دادشش در حالی که ما کار میکنیم ما همه همه کاریم ما یه گروهی هستیم که به خرج و زندگی و خونه رو در میاریم الان دور برگشت قلم حکایت جای دیگری میره گفتن ای عزیزم ما سختی های زیادی کشیدیم به خانه و خانواده ما مصیبت های زیاد رسید و ما خیلی ناچیزی آوردیم و برای ما کرم کن لطف کن و پیمانه رو کامل به ما بده و یک چیزی هم اضاف به ما بده تصدق علی اینا اگر چیزی هم بخشیدی به ما هم دیگه اون کرم خودت ان الله یجزی المتصدقین که الله متعال جزا میده کسانی رو که صدقه میدن کسانی که میبخشن مال ما که خیلی کمه بیارجشتر از اون چیزی که تو بخوای در مقابل این مال و ما ما از کرم تو باید با نیست که به ما مالی بدیم این درخواست نتیجهش موافقت یوسف علیه السلام بود اجازه بدید مقداری رو این تحویر چند نفر انسان رفتن پیش یک انسان دیگه ای و از اون میخوان تا کمک بکنم به مال بده انسان انسان بزرگواری است و کریم است و امید میره بهش با توجه به سابقه ای که داشته در دو سفر گذشته که ازشون قبول بکنه به همین خاطر تعبیرها رو این گونه استفاده کردن که مثلا و اهل الضر به ما و خانواده مصیبت رسیده مال ناچیزی هم آوردیم کرم کن به ما به ما یه چیزی به که الله تعالی جزا میده صادقان و متصدقین رو کسانی که میبخشن و صدقه میدن اگر ما همچین تعبیری رو پیش الله متعال ببریم اگر ما رفتیم پیش الله متعال گفتیم یا ای العزيز مستنا و اهلنا الضر و جئنا ببضاعة بضاعت مزجه فاوفی لنا الكیل و تصدق علینا آیا الله متعال از یوسفش که یکی از مخلوقاتش هست و یکی از بندگانش هست و یکی از نوکران و چاکرانش هست آیا رحمت و فضل الله متعال از یوسف علیه السلام کمتره که معاملهی که یوسف با برادرانی که او را به چاه انداخته بودن و این همه در حقش بدی کرده بودن انجام میده رو در حق ما انجام نده کلا و هاش. به والله اگر پیش الله متعال رفتیم اگر واقعا بریم با این احساس و این خضوع و این انکسار و شکست بریم و جانمازی بندازیم و دست بلند بکنیم که یا عزیز العزیزو مسنا و اهلنا ضر و جئنا به بضاعت مزاد خدایا به ما به خانواده های ما به دور های ما به امت ما مصیبت ها رسیده و با یک متاع ناچیزی با یک روسیاهی و گناهی گناه فراوان و اندک عبادتی با یک بضاعت بضاعت مزجاتی اومدیم به پیشت و درگاهت و و فلنا کیلا و تصدق علینا به ما رحم بکن به ما لطف بکن و از جانب خودت به ما بده و مشکلات ما رو حل بکن آیا الله مطال از پیامبرانش و از کسانی که خلق کرده از بندگانش کم میمونه کلا و هاشا به اگر این گونه بشه که الله مطال از یوسفش کم باشه یوسفش که اینه که یکی از مخلوقاتش خودش چیه یا ایوها العزیز و مستنه و اهلن و جئنا به مجدت مزد فاوفه و تصدق ان الله یجزی المتصدقین الله متعال پاداش میده کسانی رو که صدقه میدن اینجا دیگه حکایت از اون غرور اول به این توازو وقتی که میرسه یوسف علیه السلام دیگه بیشتر از این نمیتونه تاب بیاره الان میبینه که این برادرها دیگه به جایی رسیدن که این کلمات و این تعبیر با این تواضع و فروتنی و احساس اجز و شکستگی دلش بیشتر از این طاقت نمیاره و راز و سر خودش رو دیگه نمیتونه کتمان بکنه به زبون میاره دیگه الان یک مقداری صحبت میکنه یک مقداری الان یک گله برادرانه است یک گله یک برادر از یک برادره یک محبوب از یک محبوبه بیادشون میاندازه یک حکایتی را الان میخواد با یک تعبیری به اونها بفهمونه که من یوسفم و این حکایت رو میخواد انتها بده و تمومش بکنه همینجا دیگه بیشتر از این حکایت امتداد پیدا نکنه چون برادران رسیدن به اون درجه ای که به همه گذشته خودشون و به اشتباهاتشون رو کرد به اونها و فرمود قال گفت یوسف علیه السلام حل آیا علمتم دانستید ما آنچه را که فعلتم انجام دادید شما به یوسف با یوسف علیه السلام آقای بیاد دارید آن کاری رو که کردید با یوسف و اخیه و همچنین با برادرش اذ انتم جهلون اون لحظه که بودید در جهل و ناآگاهی این سوال برای برادران یوسف علیه السلام عجیبه اونا به چشم عزیز مصر نگاه میکنن به یوسف علیه السلام و روی غریبه میبینن اما حکایت داستان یوسف رو که اینها گفتن الان یک دفعه از عمق ماجرا که جز خودشون برادران هیچ کسی خبر نداره حتی بنیامین یقینا به بنیامین نگفتن که ما بردیم یوسف انداختیم به چاه و بعدم فروختیمش اونا تا همین چند لحظه پیش قبل از این سفرها و قحط سالی همیشه میگفتن یوسف رو گور کرده خیالشون فکر میکردن دیگه این قضیه تمام شده است الان یک نفر روبروی اونها ایستاده و مستقیم اشاره میکنه به اون حکایت کی میتونه باشه این آدم که همه خودشون این طرف وایستادن هیچ هم تا حالا با عزیز مصر این مسئله رو در میون نگذاشتن مگر اینکه خود یوسف این باشه جمال و کمالش عقل و درایتش تیز و, و متانتش همه چیش نشان از این داره که این از یک خاندانه با اصل و نسبه اما اینجا در مصر وقتی که این صحبت رو میکنه برادرها شک میکنن قال هل علمتم ما فعلتم به یوسف یادتون هست چی کار کردید با یوسف یادتون هست فین برمیگرده آقا سی و پنج چهل سال پیش نزدیک چاه انداختیمش به چاه تمام خاطرات داره مرور میشه وقتی که فروختیمش وقتی که داشت میرفت عشق زیبای یوسف علیه السلام به مانند مرواریدی بر ساحل احساس گونه هاش داشت میریخت این لحظه تدایی میشه دوباره میاد این لحظه میاد جوره چشمهای اینها و جز یوسف این تصویر رو کسی دیگه ای نمیتونه در خاطرش داشته باشه برادرها که همه هستن یک نفر دیگهم این فیلم رو این صحنه رو فیلم گرفته بود با چشمان نازنینش و در حافظش ذخیره شده اون یوسف علیه السلام دیگه نمیتونن چیزی بگن مگر اینکه خود یوسف باشه این آدم غیر از این دیگه نمیتونه کسی دیگه ای باشه برگشتن بدون این که حرفی بزنن وقتی که این صحنه در ذهنشون تکرار میشه خود به خود الان شک میکنن شک میکنن که این حکایت این کی میتونه باشه وقتی که این صحبت رو مطرح میکنن حکایت دستگیری بنیامین هم معنا پیدا میکنه بنیامین نقشه کشیده شد گرفته شد هل علمتم ما فعلتم بیوسف و اخیه به یوسف و داداشش برادرش بنیامین شاید این سوال پیش بیاد خب یوسف که حکایتش معلوم بود برای بنیامین چرا ذکر کرد یوسف علیه السلام اینجا بنیامین رو مگه بر بنیامین چه ظلمی شده بود برای بنیامین همین که برادرش رو از اون چهل سال دور کرده بودن همین که یعقوب علیه السلام پدرش رو انقدر آزار داده بودن همین که در همین چند وقت پیش وقتی که بار بنیامین پیمانه درآمد تا متهم شدن به دزدی گفتن ای یسرق فقط سرق اخو من قبل اگر این دزدی میکنه دادششم دزد بود همین بس بود که بهش بدبین شدن همین بس بود که گفتن ابن ابن ابنک سرق. سرق به باباشون گفتن پسر دزدی کرد یوسف علیه وقتی که این جمله رو بیان میکنه الان برادران شک کردن و داره به یقین تبدیل میشه که این یوسفه اما هنوز هم باور نمیکنند که یوسف رو انداختن به چاه تا مقام و منزلت پیدا نکنه و الان از قعر چاه بر تخت شاهی نشسته یوسف رو انداختن به چاه تا جلوی چشم پدر دور بشه الان جلوی چشم همه عزیز هم است اگر اونجا عزیز بابا بود الان اینجا عزیز کل مصره باور نمیکنن باید از خودش بشنمن باید اعتراف بکنه و بگه که من یوسفم تا نگه این دل آروم نمیگیره تمام شواهد و قرائن هم که کنار هم باشن باز تا خودش نگه نمیشه باور کرد که یوسف باشه قالو گفتن ا لَأَنْتَ لا انت یوسف ا آیا انک همانا آیا واقعا تو ا انت خودت یوسف تو یوسفی آیا واقعا خودت همون یوسفی الان دیگه این با این صدا آیا تو خودت یوسفی خیلی از یوسف نمیتونین این حرف رو کسی دیگه ای زده باشه این فین فقط در حافظه یوسف موجوده نسخه دیگه هم جای پخش نشده اینجا کپی پیستش نکردم همین این اینکه انت یوسف خودتی یوسف تو خودتی بعد از چهل سال الان بعد از اون همه پشیمانی و بعد از اون همه نگرانی و بعد از اون همه ناراحتیها، ها الان پیداش میکنن هنوز باور نکردن سوال میپرسن دل ها و چشم ها مستربه و منتظرن تا این عزیز مصر اگر عزیز مصر بگه من یوسفم هم خیلی فرق میکنه قصیه یوسف پیداش میکنه بعدش چل سال عزیز مصر شده جایگاهی داره مقامی داره الان جلوش چی بگن چطور ازش خواهی بکنن یک دنیا احساس اینجا نمیتونه انسان به تصویر بکشه این احساسات رو این سوره پر از احساسه از اولش تا آخرش احساسه اصلا این سوره از اون سوره هاییه که برای ما احساس انسانی رو به تصویر میکشه در اوج دعوت و در اوج تقوا و دینداری و مشکلات دعوت و رسالت این نکل انت یوسف یوسف خودتی؟ الان دیگه دل تو دل نیست که چی میگه عزیز؟ آیا خودش یوسفن یا نه؟ از جای خبری درس کرده کسی از داداشا رفته گفته حکایت رو اگر بگه یوسف هم چی میشه اگر نگه یوسف هم چی میشه حکایت قالو اینکا لانت یوسف گفتن آیا تو خود یوسفی؟ یوسف خودتی؟ قال انا یوسف و هذا اخی گفت من یوسفم و هذا اخی و اینم بنیامین دادشم الله اکبر چه صحنه ای این صحنه وقتی که الله تعالی برای ما این گونه به تصویر میکشه اینا. چقدر قشنگ این تصویر که الله رو میاره در قرآن تا قیام قیامت ما بخونیم و به عنوان عبادت اجر و پاداش بگیریم بر نقل این احساس و عاطفه در تکرار این دنیا و دریا و اقیانوس حب و عشق و محبت و احساس قال انا یوسف چقدر سخت بود گفتن این جمله بر یوسف علیه السلام و چقدر سخت بود شنیدنش بر برادران یوسف در این محفل منم یوسف منم قال انا یوسف نگفت من خودشم من یوسفم اسم میگیرم منم یوسف یوسف همونی که به افتاد همونی که فروختینش نمیگه دیگه خود همین کلمه یوسف خود به خود معنی همه این معانی رو توش داره نیازی نیست به زبان بیار. همه میدونن اونا هم میدونن چی شد خودش هم گفت حل علیمتون ما فعلتون به یوسف و اخیه اذ انتم جاهلون این تعبیر اذ انتم جاهلون رو باز یه جورای احترام برادر رو هنوز افس میکنه اون موقعی که شما این کار کردید نه بودید نمیدونستید به حال مقصر نیستید قال انا یوسف و هذا اخی اینم برادرم بنیامین. قد من الله علینا الله متعال بر ما منت گذاشت انه امانا من یتقه کسی که تقوا پیشه بکنه و یسبر و صبر کن صبر هم جز تقوا است اما تأکید بر صبر بر تقوا به خاطر اهمیت مکان و مکانت صبر من یتقی و یسبر فا الله لا یضیع اجر المحسنین پس الله متعال زایه نمی کنه اجر انسانهای نیکوکار رو این خلاصه ای کل سوره است این یک تیکه خلاصه کل سوره یوسف علیه السلام پایان جز آیه نوید این من یتق و یسبر کسی که تقوا پیش کنه و صبر کنه در راه متقی بودن فان الله لا یعضی و عجر المحسنه قطعا الله متعال عجر و پاداش انسانهای نیکوکار رو زایه نمیکنه کسی که صبر بکنه و تقوا پیشه کنه با خدا باش پادشاهی کن وقتی که الله مطال بنده ای رو بخواد حمایت بکنه کاروانی رو در مسیرش قرار میده و نیازمند میکنه کاروان رو به آب تا او رو از چاه بکشن بیرون عزیز مصر و زنش رو بچه دار نمیکنه تا احساس نیاز به فرزند داشته باشن و این برده رو از بازار بخرنش پادشاه مصر رو نیازمند به تعبیر خواب میکنه تا این شخص رو از زندان بیرون بکنه و ملت و امتی رو نیازمند علم و درایت و فکر این شخص میکنه تا عزیز مصر بشه و تمام دوربری ها رو نیازمند به غذایی میکنه که اختیارش به دست این عزیز مصر تا بیان پیشش نهو من یتق و اسبر فین الله لا و اجر المحسنین تقوا و صبر تقوا و صبر این سه کلمه خلاصه کل سوره است تقوا پیشه بکنه کسی که تقوا پیشه کنه و صبر در راه تقوای خودش داشته باشه الله متعال انسانهای نیکوکار رو پاداش, پاداش اونها رو زایه نمی کنن. مسیر دعوت مسیر دین مسیر سختی ها و مشکلات نوح علیه السلام آدم علیه السلام و حکایت توبهش و سختی هاش نوح علیه السلام و حکایت طوفان و کشتی و غرق شدن فرزند و همسرش ابراهیم علیه السلام و حکایت آتش و زبه اسماعیل و سفرها و مشکلاتش اسماعیل علیه السلام و حکایت قربان شدنش یعقوب علیه السلام پدر یوسف جان ما و حکایت ابتلاعش در فراغ یوسف علیه السلام یوسف علیه السلام چاه و انداخته شدن در چاه و فروخته شدن به بازار بردگان و متهم شدن به فساد اخلاقی و هفت سال و اندی کم و بیش زندان و مصیبت های بعدی که سر راهش اومد زکریا علیه السلام و دو تکه شدن و دو قطعه شدنش با اره و سر بریده شدن یحیای نبی و مشکلات موسی علیه السلام از اول زندگی تا آخر زندگیش از دست فرعون و فرعونیان و بی خانمان بودن عیسی مسیح علیه السلام از اول تا آخر عمرش و همینطور بیاییم تا برسیم به بر رسول الله صلی الله علیه و سلم و تمام مشکلات زندگیش از یتیم بودن اول زندگیش از بعد از مشکلاتش بعد از رسالت و از دوران مکه و کشته شدن صحابه و وفات همسر نازنینش خلیجه کبرا و فرزندانش و کشته شدن صحابه و مشکلات جنگ های مختلف و مصیبت های دوران 23 سال نبوت تا به امروز انه من یتقی و یصبر هر کسی تقوا پیشه کنه و صبر بر راه تقوا الله متعال ضایع نمیکنه اجر انسان های نیکوکار این درس این سوره است این درس این سوره است با تقوا باش و صبر کن آقا باید خیر میشه گفتن برادران قالو تالله قسم بالله تلا ولا بلا اینا همه توابیری هست که برای قسم استفاده میشه بعضی وقتا با ت میاد بعضی وقتا با ب میاد بعضی وقتا با واب میاد تلا مثل ولا یا بلا قانوت الله قسم بر الله تعالی لقد اثرک الله علینا خداوند تو رو بر ما برتری داده بود و این کن نه ما ما بودیم جز این نیست که ما بوده ایم از جمله خاطئین خطا کاران الان اعتراف میکنن به اینکه واقعا تو بهتر بودی بر ما اون موقعی که انداختنش به چاه؟ همون موقع الله امتحال فرمود که لطونه به انهم به امرهم هر دوام در آیه پانزده اول سوره وقتی می انداختنش به چا الله متعال وحی کرد برای یوسف علیه السلام که روزی میرسه به اینها میگی این روز این حکایت رو بیادشون میاری و الان اون لحظه است بیادشون آورد و اعتراف کردن به اشتباهش به خدا قسم که تو رو الله بر ما برتری داده بود الان میبینن که این انسان نازنین نه تنها نزد بابا محبوب تر بود که نزد الله هم محبوب تر از ماست نه تنها نزد بابا محبوبتر بود نزد الله هم محبوب تر تالله لقد اثرک الله علینا الله تو رو بر ما برتری داد ما خطا کردیم یوسف برادران همه از یوسف بزرگترن یوسف از بقیه کوچکتره به جز ازش معذرت خواهی میکنن ما خطا کردیم قبل از اینکه جمله تموم بشه هنوز تموم نشده تا دارن خدا از ما بر ما برتری داده بود و ما اشتباه کرده بودیم قبل از اینکه بگن ببخش ما رو برای ما طلب استغفار کن آنچه اتفاق افتاد نادیده بگیر فراموش کن یوسف علیه السلام پیش دستی میکنه نمیگذاره شون کامل بشه قاله فرمود لا تثریب علیکم اليوم لا تثریب ملامتی نیست علیکم بر شما اليوم امروز امروز هیچ ملامتی بر شما نیست چهل سال بیش از چهل ساله که تو این نازنین پدرت رو ندیدی در غربتی از خانه و خانواده و اهل و عیال دوری انداختنت به چا فروختنت چه برای سر تو در نیومد در تهمتی که به تو زده شد در زندان چه کشیدی چند ساله یادش رفت فراموش کرد دیگه باز نکرد یکی یکی نپشه قبر کنه که فران چون اینطور شد من زندان رفتم به خاطر شماها منو فروختید نامردا فران کردید فران کردید فقط یک اشاره بهشون کرد تا ثابت بکنه که خودشه یقین پیدا بکنن که این یوسفه خودشون بپرسن شاید بهترین دلیلی که میتونست اثبات بکنه که یوسف اشاره به اصل موضوع بود اما بعدش درجا میبخشه اونها رو این صفت که یوسف علیه السلام رو میکنه کریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم ال جمالش تنها ظاهری نیست باطنش خیلی قشنگتر از ظاهرش خوشکلی فقط به چشم ابرو نیست این که با یک بیماری و یک مصیبت تدمش از بین میره فقط جمار جسم نیست که با یک مریضی از بین میره روح که انسان رو قشنگ میکن این کاره این کار هست. میتونیم یوسفی باشیم یا نه چند نفر از منو شما میتونیم این کار رو بکنیم با نزدیکترین افرادمون برادرم خواهرم، پدرم مادرم امو و دایی و پسر خاله و پسر امه و اینو اونو دوست و همسایه و همکار و آشنا چند نفر از من و شما دل یوسف علیه السلام رو داریم که بگیم لا تصریب علیکم اليوم هیچ امروز بر شما نیز. چند نفر میتونیم یوسفی باشیم این سوره را برای, شما، برای من و شما الگود قرار داد یوسف علیه السلام برای من شما تو اخلاقشون یاد بگیریم این رو که مطال بر ما برتری داده تنها بر برادران یوسف برتری نداد تالله لقد اثرک الله علیه ما هم بگیم تالله لقد اثرک الله علیه اینه حب اینه دل دریایی اینه که وقتی میگیم دل انبیای الهی اولیای الهی انقدر اینه چند نفر از ما میتونیم این طور باشیم رسول الله صلی الله علیه و سلام وقتی که مکه رو کردن ادهی از آن کسانی که ایمان نیاورده بودن رفتن پیش دی از فامیل هاشون از مسلمین از قریش گفتن الان چه میکنه با اون محمد در احد کشتن در بدر کشتن در خندق چه نکردن در فتح و دبیه من کردن مسلمان ها رو قبلش در مکه 13 سال چه جنایت ها که نکردن همه مشکلات و سختی ها زیر سر این ها بود رسول الله صلی الله علیه و سلم میتونست انتقام بگیره اما نگره گفتن برید پیش رسول صلی الله علیه و سلم بگید لقد تالله لقد اثرك الله علینا و إن كنا لخطئين یقینا حضرت علی السلام دوست نداره که در هیچ صفتی کسی در دنیا از او پیشی بگیره اگر یوسف علیه السلام رو بخشید با این کلمه یقینا جوابی که از یوسف علیه السلام برادرانش چنین شما و از رسول الله صلی الله علیه و سلام میشنوید آمدن گفتن تالله لقد اثرك الله علینا و كنا بلا فاصله حضرت علیه السلام و سلام فرمود لا تثریب و علیکم اليوم ملامتی به شما نیست برید آزادید اینو میگن الگو برداری اینگونه اگر بودیم سخته اما میشه که اینطوری بشه انسان دل انسان نسبت به همه انسان های اینطور باز باش با خاطر یک حرفی که یک جای پشت سر من زده یک چیزی گفته یک حرفی زده غیبتی کرده تهمتی زده درچیه انسانی این برحال همه همون خالی از اشتباه نیستیم میشه کدام این طوری اگر برخورد کردیم میشیم یوسفی قشنگ میشه خوشگل میشه روحمون میشه یوسفی ما میتونیم بگیم من یوسفی هستم میتونیم امیدوار باشیم به رویت جمال نازنین یوسف و علیه السلام در بهشت قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر الله لکم الله تعالی شما را یاد و هو ارحم الرحیمین او مهربان ترین مهربانان وقتی که یوسف علیه السلام برادراشو رو بخشش الله که خیلی مهربان تر از اینه و هو ارحم الرحیمین اون خیلی مهربان تر از اینهاست مهربان ترین مهربان الله تعالی است الان برادرم بخشیدشون حال و هوای این جریان الان بعد از چهل سال داره پایان پیدا میکنه و چه حس و حالی بود الله تعالی بهتر میتونه برادران دیگه براخره آنون با هم نشستن نه ای هست نه بغضی هست عزیز مصر چقدر بین این جمله بالا و پایین فاصله است همین چند آیه پیش گفتن تو همین محفل گفتن یا ایوها العزیز و مسنا و اهلنا الظر و جئنا به بضاعت مزجهت فاوفی و تصدق ای عزیز مصر ما خانوادهمون سختی رسیده دو چهار مشتی بد شدیم فقر تنگ دستی خیلی سخته برای یک مرد گفتن این جملات جلوی یک مرد دیگه یک مال ناچیزی هم داریم به حال یک لطفی بکن کرمی به ما بکن یک چیزی هم صدقه هم به ما اگر دادی دیگه از کرم خودت خدا کسایی که صدقه میدن و جزا میده این همون انسانی که چند از پیش اینطور میگفتن الان عزیز مصر داداششون در اومد برادرشون یوسف علیه السلام نگران باباست احوال بابا رو میپرسن با تلخی بیان میکنن حکایت رو که چشمها ها رو از دست داده نابینا شده و خیلی در فراغ تو غصه ها خورد بعد از تو روز خوش نداشتیم نه ما نه پدر گذشته گذشته دیگر آن یوسف علیه السلام دوست داره که زودتر پدر رو ببینه و از طرفی پدر نابیناست خبر بینایی پدر رو از طریق وحی مطلع میشه و به خاطر اینکه یقین پیدا بکنه و مطمئن بکنه پدرش رو که زنده است و خبر خوشی داده باشه پیشا پیش پیراهن خودش رو به عنوان یادگاری میفرسته تا ببرنش پیش پدر پیراهن رسم بود قدیم ها پیراهن خودشون رو می بردن و من خصوص که این پیراهن هم پیراهن خاصی است مال وزیر مصر و مثل این نداره نمونه دیگه ای مثل این در بافتش در دختش طبیعتا و بوی یوسف رو میده بوی فرزند برای پدر مادر فراموش شدنی نیست خیلی از پدر مادر ها رو بو میکنن این بو میمونه در خاطره ها نواس داد که ببرید برید انان میخواد که زودتر در این شادی همه شریک بشن اذهبوا بقميصي هذا اذهبو یعنی برید وقتی که باز سراغش میاد میشه ببرید ببرید قمیصی هذا این لباس منو این پیراهن منو فالقوه على وجه ابي اینو بیاندازید روی صورت پدرم یعتی بصیرا میاد پیش من ان شاء بزودی بصیرا بینا در حالتی که بیناست یا یک تعبیر دیگه هم میشه ترجمه کرد که یعتی بصیرا بیناییش بر میگرده بینا میشه وقتونی به اهلکم اجمعین و بیایید پیش من بیارید وقتونی باز بایی که بعدش اومده متعدی میکنین و بیاورید اهلکم تمام اهل و ایالتون رو اجمعین همشون رو پیش من برید پیراهن رو ببرید پیش پدر به نازید روی صورت بابای نازنین و همه با خانواده بلند بیایید الان حرکت میکنه یک گروهی میرن تا به پدر بشارت بدن و خانواده و اهل و عیال رو بردارن بیان در کنار برادرشون که عزیز مصر در مصر زندگی خودشون رو از سر بکرن اجازه بدید تلاوت این آیت رو به همراه شما عزیزان بشنویم تا باز با به همراه کاروان بریم به کنعان و یوسف یعقوب علیه السلام بعد از بازگشت یوسف علیه السلام و خبر یوسف و پیراهنش خودش که ولی پیراهنش و خبرش داره میاد به همراه شما خواهیم بود بعد از این واحد. اخوتي يا من حفظتم نص دستور السماء رتلوه واحفظوه تسعدوا يا اوفياء رتلوه في قيام الليل دوما بالصفا واجعلوه ديدنا القلب ومفتاح الوفا بالقران نحيا بالقران نحيا بالقران نحيا, بالقرآن نحيا بعد از سلام مجدد خدمت همه شما خوبان و سروران تلاوت این آیت رو با صدای شیخ عبدالرحمن العوسی شنیدیم ان که لذت برده باشید از این تلاوت زیبا یوسف علیه السلام پیراهن خود رو به همراه کاروانی میفرسته تا برگردن و پدر رو بیارن بعد از سالهای انتظار حکایت کم کم به انتهاش نزدیک میشه و این حکایت بسیار زیبا حکایتی که سراسر احساس و عاطفه است کاروان حرکت میکنه به سمت کنعان در سرزمین شام این طرف در قاره آسیا اون طرف مثل در شمال شرق قاره آفریقا است و از طریق آنچه که امروزه میگیم کانال سوئز حالا شاید از کشتی یا راه دیگری خودشون رو بهران به سرزمین کنان رسوند الان کاروان حرکت کرده هنوز نرسیده در کنان یعقوب علیه السلام دیگه کم کم امیدوار میشه و که احساس میکنه بوی یوسف علیه السلام رو در ادامه الله مطال فرمود ولما فصلت العیرو اون لحظه ای که فصلت از فصل گرفته میشه یعنی جدا شد العیر یعنی کاروان. و لما فصلت العیرو وقتی که فصل شد یعنی جدا شد العیرو کاروان قال ابوهم کاروان تازه حرکت کرد هنوز نرسیده به کنعان گفت اون طرف حکایت در صدها کیلومتر آن طرفتر پدرشان یعقوب علیه السلام قال ابوهم پدرشان گفت انی همان من لا اجد اجد یعنی میابم ریح یوسفه من دارم بوی یوسف خود رو استشمام میکنم ریح یعنی بو رائحه یعنی بو و یوسف هم که یوسف علیه السلام لولا ان تفندون اگر من رو دیوانه نخوانید کسی که صحبت هایی میزنه از روی دیوانگی اگر من متهم به دیوانگی و جنون نکنید بوی پیراهن یوسف هم داره میاد اینی لعجی ریح یوسفه انسان از درک این معنا آجزه که این چه احساسیست چه آتفه ایست برحال یقو برای اسلام هم پیانبریست شاید بشارتی بود داده شده در خوابی در وحی در بیداری اشاری به این موضوع نشد خلاصه بوی پیراهن یوسف علیه السلام قبل از خودش به سمت کن آن حرکت میکنه و میرسه و پدری که چشمش بسته است قلبش احساس میکنه نزدیک شدن وصال فرزند نازنینش رو بعد از سالهای دوری و غم این جمله برای کسانی که دور برای یعقوب علیه السلام هستن و از حقیقت بی و دروغی رو که گفته شده بود شاید خیلی قبول کردن کمی عجیبه چند ساله دیگه هر روز یوسف یوسف میکنه یعقوب علیه السلام حدود ساله چشماش هم از دست داده به این خاطر و اونها هم از حکایت نمیدونن نز... تو نقشه اینجا و نه از که در مصر اتفاق افتاده گفتن قالو دور ها گفتن تا به خدا قسم این نکه همون چنان تو لفین ضلالك قدیم تو یعقوب علیه السلام همچنان در همون ظلالکن قدیم یعنی اون گمراهی گذشته هست تنها همون حرف های تبیر تبیر تنده شایسته خطاب پیانبر الهی نیست اما هر دور دوربری ها گفتن دیگه عصبانی شدن یا ناراحت شدن یا فکر میکردن که متاسفانه بعضی وقت ها ما در تعامل با بزرگان خودمون والدین خودمون علال خصوص چون فرزند به یک جایی رسیده برحال. به حال به یک نبایی رسیده به یک جایگاهی رسیده پدر حرفی میزنه ولی که حرفش نادرست هم باشه نباید تعبیر که استفاده میکنیم تعبیر باشه که شونو برنجون آقا با این حرف چی میزنی؟ هزیون میگی؟ این چرت و پرتا ها میگی؟ دیوونه شدی؟ نمیدونم پیر شدی نمیفهمی چی میگی؟ این تعبیر شایسته نیست برای هیچ انسانی چه مسلمان چه غیر مسلمانش انسان وقتی انسان اصلا برای پدر و مادرش بزرگتر از خودش اینگونه تعبیر استفاده کردن کسانی که خصوص بهش منت دارن و پدر و مادر بر هر فرزندی منت دارن. گفتن گفتن تو هنوز همون آرزوهای گذشته رو داری و همون صحبت ها هر روز هر روزی صوفی و فلما انجا البشیر اما اون لحظه ای که آمد بشیر جو بشیر اسم کسی نیست اینجا بشیر به معنای بشارت دهنده است یعنی اون قاصدی که بر حال چه برادرها یکی از برادرها یا دوربری ها اون کسی که پیراهن دستشه اومد قاهو انداخ پیراهن رو قمیص رو علا وجهی علا وجهی بر صورت پدرشون بر صورت یعقوب علیه فرتد بصیرا پس بازگشت بسر فرتد بصیرا بازگشت یعقوب علیه السلام با حالتی که بود یعنی بسرش و بیناییش بازگشت فرتد بصیرا بازگشت یعقوب علیه السلام به حالت بینایی خودش بیناییش رو از دوباره گرفت. الان یعقوب علیه السلام آمدن بشارت دادن یوسف پیدا شد عزیز مصر اینم پیراهنش بنیامین رو هم خودش نگه داشته بود حکایت همه چی حل شد شما هم گفته بیاد برید الان میریم می این زندگی این سخته و مشکلات به پایان رسید مشکلات اقتصادی به پایان رسید مشکلات روحی و بای پایان رسید مشکلات جسمی هم به پایان رسید همین چند آیه پیش خوندیم که یعقوب علیه السلام در اوج مشکلات جسمی که نابینا شده بود و پیر و مشکلات روحی دوری فرزندانش و گم شدن و بی سرنوشت موندن یوسف و بنیامین و مشکلات اقتصادی که کل منطقه و خصوص خانواده اونها رو به اطراف برادران یوسف گرفته بود ناامید نشد لا یه اسم روح الله الا القوم الكافرون و گفت که لا تی اسم روح الله هر آن چیز رو که هر آن چیزی که یعقوب علیه السلام از دست داد همه اونها رو با توکل و خوشبینی و صبر دوباره به دست آورد توکل خوشبینی صبر انه من یتق و یصبر فان الله لا یضيع اجر المحسن تقوا و صبر و ما درس میدیم که در اوج مشکلات و سختی ها تقوا پیشه کنید و من الله یجعل له مخرجه هر کسی که تقوا پیش کنه الله تعالی راه برون رفت و مشکل و براش فراهم میکنه از جایی که انسان نمیدونه از جایی که خودش نمیدونه انسان چگونه همه رو نیازمند میکنه تا یعقوب علیه السلام تا یوسف علیه السلام رو برسونه به درجه عزیزی مصر الله متعال و من یتوکل علی الله فهو حسب و هر کسی که بر الله تعالی توکل بکنه الله برش کافی است الله بکافی عبده آیا الله برای بندش کافی نیست توکل خوشبینی و صبر این خیلی مهم در مشکلات و سختی ها هر چقدر که زیاد بشه نتیجه خوب میشه یوسف گم باز آید بکن آن غم بخور کلبه احزان شود روزی گلستان غم مخور این حکایت به اینجا رسید که چشمان یعقوب علیه السلام هم باز گشت قال فرمود الا ما آیا نگفتم به شما انی اعلم من الله ما لا تعلمون من چیزی میدارم از الله تعالی که شما نمیدونید آیا من به شما نگفتم همون موقعی که فرمود انما اشکو بثی و حزنی این الله من پیش الله تعالی در دل می کنم گلایه هم می کنم و اعلم من الله ما لا تعلمون چیزی میدونم از الله تعالی که شما نمیدونید علم الله تعالی اون قدرت الله متعال رحمت الله متعال توکل بر الله متعال و میدونست که تعبیر خواب یوسف باید اتفاق بیاد الان دیگه همه پیش پدر هم باید بعد از اینکه مشکلات حل شد مذرت خواهی بکنن گفتن قالوا یا ابانا بابا جان گفتن بابا جان ای پدر عزیز ما استغفر لنا ذنوبنا استغفار بکن برای ما گناهان انا همانو ما انا کنا خاطئین و ما خطا کار بودیم گفتن که استغفر لنا ذنوبنا نگفتن که بابا جان به خاطر اینکه داداشمون انداختیم به چاه و به دروغ گفتیم گرگ خورد و بعدا فروختیمش ما رو به به خاطر اینکه کاری که با یوسف کردیم ما رو به به خاطر دروغایی که به تو گفتیم ما رو به بخش. نه الان دیگه وقت این چیزا نیست در شادی و این محفل خوب دیگه الان دوباره نمک روی زخم های گذشته پاشیدن فایده نداره اتفاقی که گذشت دیگه تموم شد نیازی نیست که اینجوری بگن استغفر لنا ذنوبنا بابا جان ما یه گناهانی کردیم برای گناهان ما از الله تعالی برای ما طلب بخشش کن حالا اینجا یک نکته ای هم حالا داخل پرانتز خارج از موضوع بحث داستان چون جانب اعتقادی داره مطرح بکنیم که طلب دعای از یعقوب علیه السلام از طرف برادران یوسف علیه السلام نوعی از توسل جایز هست که این رو ما بهش میگیم توسل به دعای صالحینی که زنده هستن این خیلی فرق میکنه به اون قضیه که کسی بره سر قبر انسانی که از دنیا رفته و به نس آیات کلام الله مجید بی از حال مردگان از حال زنده ها بره اونجا و بگه برو پیش خدا شفاعت ما رو بکن و سفارش ما رو بکن دعا خواستن از انسان زنده با دعا خواستن از کسی که در برزخ زندگی میکنه و زندگی برزخی داره دعا خواستن از کسی که در این دنیا زندگی میکنه دنیایی که ما الان هستیم و زنده است با دعا خواستن از کسی که زندگی میکنه در دنیای دیگری بعد از این دنیا که دنیای برزخه و زندگی خاص خودش رو در برزخ داره و زندگیش متفاوت به این دنیاست کاملا زمین تا آسان متفاوته اون دعا توسل نوع شرکی است یعنی ناجایزه جایز نیست و الله متعال فرمود و من اضل و من و من دون الله و کس کمراتن از اون کسانی که میخواند کسانی رو غیر از الله تعالی من لا و له الى یوم القیام کسانی رو که استجابت نمی کنن دعای رو تا روز قیامت این مراد از کسانی هستند که از دنیا رفتن این تسمعو لا يسمع... این تدعوهم لا یسمعو دعا اکم اگر بخوانید آنها رو دعای شما رو نمیشنوند و در سوری فاطر بود آیه 13 و 14 و 15 که مش خلاصه این موضوع هست ولا او سمع و مستجاب به فرض که بشنوند هم حالا بگید آقا میشنوند نمیشنوند به فرض که بشنوند هم مستجاب لکن نمیتونن استجابتی بکنن برش اون رو حالا چون بعضی از این آیه سو استفاده میکنن که ما برادران یوسف هم رفتن پیش یا خوب علیه السلام ازش گفتن که استغفر الله نذونو بنا همین کارو ما هم با اولیا و انبیای الهی میکنیم نه اون دو تا مقایسه با هم نمیشه اصلا کاملا زمین تاسو متفاوته مثل اینه که من برم پیش یک انسان زنده ای بهش میگم فلانی بیا من کمک بکنین این کار برای من انجام بده طرف خب چون این کسی این کار میکنه بره بره سر قبر فلانی فلانی بلند بیا بریم اینجا که این بار داریم با ما خالی کنه و کسی که جنازه ای گفتاده فلانی بلند شو اگر سر کسی جنازه ای انسان بره بهش بگه بلند بریم فلانجا کار داریم میخندن مثل مقایسه انسان زنده و مرده یا حداقل انسانی که در این دنیا زنده است و انسانی که زندگی دیگری در دنیای دیگه دنیا داره زندگی دنیای برزخی کلا متعارف هموند که شما نمیدونید دنیا حکایتش چگونه است در آیه 154 سوره و در 169 سوره آل حکایت جدا است توسل به دعای شخص صالح زنده که صدای ما رو میشنوه و زنده هست و میتونه برای ما دعا بکنه این اشکالی نداره کسی که با این شروط زنده هست صدای ما رو میشنوه و توانایی داره برای دعا کردن به این که امید صلاح هم بهش داشته باشیم که همین کاری که ما بعضی وقتا میگیم التماس دعا داریم الان ما همدیگر صدای همدیگر رو میشنویم زنده هستیم من شما تقاضا دعا میکنم شما از دیگری تقاضا دعا میکنید همه ای ما از بزرگتری که رو صالح میبینیم تقاضا دعا داریم که برامون دعا بکنه این حکایت اون حکایت و این حکایت با اون چی که امروز به اسم توسل شرکی سر قبر و زیارت این ولی و اون ولی رفته میشه زمین تا اصلا متفاوت و جای بحثش نیست که دلایل بسیار زیادی برای این بحث هست اگر بخوایم به اون از اصل موضوع خارج خواهیم شد یعقوب علیه السلام فرمود قال سوف استغفر ربی برای شما بزودی دعا خواهم کرد انه هو الغفور الرحیم و اون همون الله متعال بسیار بخشنده و بسیار مهربان است اینجا برخی گفتن که یعقوب علیه السلام فرمود سوف استغفر ربی من به زودی برای شما دعا میکنم و لحظه دعا نکرده چون سین و صوفه برای آینده استفاده میشه وقتی کلمه سین و صوفه میاد یعنی به زودی برخی اشاره کردن از مفسرین که این به خاطر این بود که یعقوب علیه السلام منتظر لحظه ای بود که دعا در اون بیشتر امید استجابتش هست و من جمله سحر تو برای اونها دعا بکن برخی هم گفتن اینجا صوفه و معنای استمرار در آینده است سوف استغفر لكم ربی پیوسته برای شما از الله متعال استغفار میکنم که الله متعال بسیار بخشنده و مهربان است پایان حکایت این گناهی که صورت گرفت از طرف برادران یوسف علیه السلام با پدرشون و برادرشون به رحمت و بخشش و مغفرت و گذشت پدر و برادر منتهی شد به همین خاطر دیگه شایسته نیست که ما الان بعد از این حکایت که در آیه قبلی یوسف علیه السلام فرمود لا تثریب علیکم علی و علیکم اليوم یغفر الله لكم نه تنها اون رو بخشید از الله برای بخشش کرد یک پیامبر نازنین و یعقوب علیه السلام که پدرشون است فرمود سوف استغفر و ربی انه هو الغفور رحیم از الله برای شما بخشش میکنم بر الله بسیار بخشنده و مهربان است دو پیامبر بزرگوار الهی پدر و پسر که خودشون حقدار در این ماجرا بودن برای این عزیزان برادران یوسف علیه السلام تقاضای دعا کردن و اونها متراف به کوتاهی که شده بود و گناهی که شده بود و یقینا دعای دعا این دو انبیای الهی دو پیامبر بزرگوار یعقوب و یوسف علیه السلام در حق برادران یوسف علیه السلام پذیرفته شده است و ما دیگه حق نداریم بعد از این که این آیات درباره اونها هست بیایم خدای نکرده زبان به گستاخی اگر بخوایم دراز بکنیم بله آنچه که به عنوان داستان و حکایت در طول داستان خود قرآن ذکر میکنه کلمات و تعابیری که در ابتدا آمد از زبان اونها برای درس عبرتی است برای من و شما به عبرت گرفتن است که اول این گونه بود بعد این طور شد بعد این طور شد آخرم این طور شد یعنی اگر غرور و تکبر و جاه طلبی داشته باشید عاقبت خوبی نداره اگر بخواید جلوی آنچه که الله تعالی اراده کرده به کسی خیر برسه میرسه و هر چقدر شما تلاش کنید نتیجه نداره و آخرش هم پشیمان میشید و اگر فرصت توبه داشته باشید توبه میکنید اگر فرصت نباشه که اینو که الحمدلله این فرصت براشون مساعد شد و به هر حال این برادران یوسف علیه السلام هم عزیزان و بزرگوارانی بودن که فرزندان یعقوب علیه السلام هستن صحابه یک پیامبر هستن برادرشون پیامبر هست خودشون هم به هر حال گرچه اشتباهی شدن اما جزء اولیای الهی هستن به حال که بعدها توبه کردن یعنی گذشته گزشت... بود ما بسیاری از صحابه رسول صلی الله علیه و سلم رو داریم که در کفر و شرک بودن اینا که حتی در کفر و شرک هم داخل نشدن و بعدش توبه کردن و از اولیای الله متعال قرار گرفتن و بعد از این آیات شایسته نیست که درباره برادران یوسف علیه السلام کسی بدون ذکر حکایت و داستان و دروس و عبرش بیاد و بخواد گستاخی بکنه نکرده بی احترامی بون بزرگ باران بکنه چرا که کلام در... الله مجید اشاره به این داره که دو پیامبر بزرگوار برایشون دعا کردن و یقینا دعای پیامبران قبول خواهد شد اجازه بدید به همین جا اکتفا بکنیم چون که داستان چند آیه دیگری از حکایتی از یعقوب علیه السلام و یوسف اون قسمت آخرش که خیلی قشنگتره و حسن ختام حکایت است باقی مانده الان در سه آیه پیش رو و ان تمام سوره رو سعی می‌کنیم در برنامه بعد سوره را به تمام برسونیم تا ان بتونیم که سه مبارک هم به همراه شما عزیزان کاملا مروری بر اون داشته باشیم و از الله مطال میخوایم که ما رو پیروانی حقیقی برای انبیاء الهی و برای اولیاء خودش قرار بده و فهم و درک صحیح کلام الله مجید و اتباع درست از رسول الله صلی الله علیه و سلم و تمام انبیاء الهی و اولیاء الهی رو نصیب بکنه تشکر میکنم از اینکه تا این برنامه خودتون یاری کردید تشکر همچنین از محمد جان احمد جان و از فرید و جاوید جان مونی رحمت عزیز که در بخش کنترل زحمت میکشن بر پای نظر الله مطال برای گذشتگانمون بخشش رحمت و مغفرت و برای خودمون استقامت صبر تقبا و توکل و خوش بینیم تا آخرین لحظه حیات رو از الله متعال بر مسیر توحید خواهانیم و همه شما خوبان رو به الله متعال اللهی الله یارو نگهدارش يا من حفظتم نص دستور السماء رتلوه واحفظوه تسعدوا يا أوفياء رتلوه في قيام الليل دوما بالصفا واجعلوه ديدنا القلب ومفتاح الوفا بالقرآن نحيا بالقرآن نحيا بالقرآن نحيا, بالقرآن نحيا بالقران نحيا